ما ورزش صدا و تار صوتی هم داریم، یعنی چطوری میشه مثلا صدا رو بمتر کرد برای دوبله یا جوانتر کرد یا مسنتر کرد؟ جوانتر کردنش یه بطور مشکله، ولی پیرتر گفتن نه، به این صورت نیست، آسان‌تره. مثلا سلام آقای کامران خان، حالتون چطوره؟ شده شما صرفاً به خاطر پول یه متنی رو بخونید یا یه دوبله‌ای رو قبول کنید یا یک فیلمی رو بازی کنید فقط به خاطر پول؟ یه روز خانم آتن فقیه نصیری آمد گفت آقای ممدو مادر سلام رسوندن، گفتم به ممدو بگو که این چیزی که تبلیغ کرده من رفتم خریدم برای پاهام چیز خوبی نیست. آقا دنیا رو سر من خراب شد. اینم لطف الهیست، من فکر میکنم یک باوری در صدای من گذاشته که وقتی من یک چیزی رو اعلام میکنم باورپذیر میشه. بله. و من خیلی کارم مشکل شد، خیلی کارم مشکل بود، دیگه تبلیغ نخوندم. تبلیغ شد واسه شما اگر پیام داشته، پیام که دیگه خوردنی و پوشیدنی نیست. بله بله، خودتون رو مسئول میدونستید در قبال کیفیت اون محصولی که دارین تبلیغ میکنید. الان هم دارم میگم، الان خیلی رو دارن تبلیغ میکنن که اصلا واقعیت نداره اینا به این صورت. از پول گذشتید به خاطر اینکه دوست نداشتید مردم دچار خسران شن و پشیمون نیستید؟ نه. فیلم های مثلا ژاپنی یا مثلا کره ای رو هم دوبله میکنید؟ آره دیگه، جنگ جوئن کوهستان. ولی من نه. آها. من اصلا از سینکش هم نمیتونم بذارم. نمیتونین سینک کنی؟ آره. چرا؟ چون زبانشون فرق میکنه و هر من اصلا به دل نمیشینه. جنگ جویان کوهستان. از من چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ برم کن. تا این مجسمه داری نگاه میکنی؟ اینا دارن منو میخورن. آه به من چه؟ وظیفه من محافظت از امواله. جمع‌آوری مالیات کار توه. شما تو این سالها شده جای یه بازیگر داخلی یا خارجی صحبت بکنید بعد باهاش مواجه شید؟ یه عادتی که دارم، همه عزیز و قابل احترام، ولی دوری و دوستی، رفت آمدی من باش کسی نداشتم. از بین هنرمندان؟ از بین هنرمندان. اهل خوندن هم هستیم؟ خوندن یعنی چی؟ آواز خوندن؟ مثلا آواز خوندن. نه خیر. مثلا تو خلوت خودتونم نمیخونی؟ نه. آب چی؟ نه، با این صدای مخملین و خوب. آره بعضی وقتا سود میزدم. سود میزدم. که خانوما معترض بود، آقا سود نزن. اون هیجانی که شما وقتی 13 سالگی اولین بار وارد سینما شدید، اون هیجان رو تو کدوم مقطع زندگیتون دوباره احساس کردید؟ اون هیجان دوباره کدوم مقطع؟ اون مقطعی که نشستم اونجا آقای کاملی گفتش که این سربازه رو بگو. یعنی ورودتون ورودم به دوبله. و بعد دیگه اون لحظه رو کی؟ خب ببینید، دوبله یک چیز خیلی خوبیه. یعنی دوبله برای اون فیلم های اون زمان، شما وقتی جای شخصیتی حرف میزنین مثل که اون شخصیت شماییم، شما دارین زندهش میکنین و تأثیر میذاره تو روحیه شما بعدا. بله، تو روحیه تأثیر میذاره، تو رفتار کردار آدم تأثیر میذاره. و چقدر سخت که شما این همه شخصیت رو دوبله کردید، ممکنه شخصیت های مختلف اونا که بدن نه. من یه زمان بازم میگم این برمیگره به تلویزیون، آقای طهماسب خدا رحمتش، بله خدا رحمتش میکنه، یه فیلم دوبله میکردن، یه شخصیت رو من میگفتم خیلی جنتلمن بود ولی خیلی پدر سوخته. یه روز آقای کدخدازاده که مدیر واحد دوبلاژ بود، من صدا کردم ممدو، بله، گفت تو مشکل مالی داری؟ گفتم نه، چطور؟ میگه گفت از بالا زنگ زدن که ممدو این چیه گفته، چرا جای این حرف زده؟ نقش منفی بود. آره منفی. گفتم خب چیکار میکردم؟ وقتی من دعوت کردن گفت نه، تو نباید صحبت بکنی، تو نباید صحبت بکنی. الان زنگ زدن مدیرم که چرا من تو جایی هستم. یعنی تأثیر میذاره تو افکار عمومی این که شما نقش منفی یا نمیدونم چی بود، ولی در ناخودآگاهشون میمونه احتمالا. ولی دور از کار حرفه‌ای میشه نه؟ خب آدم ببینید، مثلا اینجاست که صدا یه جوری که میخوان همش آدم مثبت صحبت بکنه، جای آدمای مثبت. درسته. ولی وقتی اینطوری میشه و برای یه مقدار لطف، من خودم هم نمیخوام، من خودم هم از آدم منفی هیچ خوشم نمیاد. البته فیلمه، میدونم فیلمه،
ولی خب آدم اذیت میکنه. چه مراقبت های جالبی داشتید، چقدر سختگیرانه. تبلیغات نخونید تا جایی که میشه، نقش های منفی رو تا جایی که میشه اجرا نفرمایید. این فکر میکنید تصویر دوست داشتنی که افکار عمومی از شما الان داره چند درصدش رو مدیون همین مراقبت های خودتونید؟ والا این لطف الهیه. به خاطر رعایت کردن این چیزام هست. من در جامعه خوشبختانه شکر خدا الحمدلله خودم اون چشم نزنم الحمدلله بزنم به تخته، مردم خیلی به احترام میذارن.